خبر جالب که عکساشو فرستاده بودید این بود که تابلو خیابان بوستان واقع در ناحیه پنج منطقه یک که سفارت عربستان اونجاست تعویض شده. به همین سرعت تابلو حاضر کرده بودن و اسم این شیخ رو روی خیابان گذاشتن، خیابان آیت الله شیخ نمر. نمر یا نمر میدونی که معناش چیه جناب؟ نه خیر بفرمید. پلنگ در عربی، ایشون شیخ پلنگ هستن. شیخ پلنگ بودن ولی بله. پس این عربستان شکار پلنگ کرده. ببخشید ایشون نامشون به عربی پلنگه. بله اوکی. خیابان شده، این خیابان شده، یعنی نامش عوض شده، شده خیابان آیت الله نمر، باقر النمر. و در ابتدای خیابون به سرعت آمدن اینو نصب کردن. آقای امینی، با این سرعتی که اینا این کارو انجام میدادن، آیا میتونستن مثلا اسم یه خیابونی رو عوض کنن، بگذارن مثلا خیابان شاملو یا خیابان نادر نادرپور یا خیابان فروغ فرخزاد یا خیابان بنان یا یکی دیگه از بزرگان ما؟ ببینید جناب کاردامان، بارها در برنامه‌های دیگری هم گفتم ما در ایران یک بن‌بست هم به نام زنده یاد مصدق نداریم، یک کوچه هم به نام زوکایموک فروغی نداریم، یک خیابان به نام داور نداریم، هیچ نشانی از شخصیت هایی که در دوران گذشته در ساختن تاریخ ایران، در سازندگی ایران نقش داشتند، هیچ نشانی نیست. شما به هر شهر اروپایی که سفر کنید، تندیس بزرگان این جوامع رو، کشورها رو در گوش و کنار این ساختمان ها، در گوش و کنار خیابان ها میبینید و پلاکارت هایی رو میبینید که بر خیابان ها زدن و بزرگان گذشته خودشون رو برجسته می کنند. ما یا دست می بریم به تاریخ بدون ارتباط با ما، زمان 1200 سال پیش، و از بزرگان شیعی که هیچ پیوندی با جامعه ایران نداشتن از اونها بهره می گیریم و حضرت ابوالفضل و قمر بنی هاشم و چیزهای از این دست رو وارد فرهنگ ایران می کنیم، و یا آدم کشانی رو که در مصر و سوریه و کشورهای دیگر کارهای بسیار نادرستی انجام دادن، خیابان و میدان به نامشون میکنیم، شاهراه به نام نواب صفوی میکنیم و نشان میدهد این نامگذاری خیابانی که سفارت عربستان درش هست، اهمیت موضوع در اینه که سفارت عربستان در این خیابان واقع شده، با یک برنامه ریزی بوده و بنابراین نمیتوانستن کسانی که تابلو آماده کردن، در این نشان میدهد که میخواهند نصب کنند. ببینید این تابلوها قبل از حمله به سفارتخانه بوده، یعنی یک برنامه سازی آگاهانه بوده برای که این خیابان رو به نام شیخ نمر باقر نمر بکنن، نمر بکنن یا نمر بکنن، هر دو درست است، و نشان میدهد که یک کارزاری بوده. و این من رو به یاد یک ماجرای خیلی جالبی میاندازه و دردناکی. ببینید جناب کاردان، یکی از مهمترین مسئولیت های سران یک کشور، بزرگان یک کشور، حفظ امنیت و تمامیت ارضی اون کشور هست و در بزنگاه هایی باید آرامش داشته باشند، در بزنگاه هایی باید واکنش منطقی داشته باشند، در بزنگاه هایی هم شاید لازم باشه به جنگ برن. 190 و اندی سال پیش هنگامی که روسیه درگیر جنگ با چند دولت غربی بود، اروپایی بود، به ویژه با انگلستان سر جنگ داشت، بنابراین داشت که پس از پیمان گلستان با ایران کنار بیاید و وارد جنگ تازه‌ای نشود، پس از جنگ اول ایران و روس، و حتی نماینده به ایران فرستاد برای صلح با ایران. در همون دورانی که دربار فتحعلی‌شاه قاجار بران بود بر پایه سفارش همه نخبگان اون زمان که وارد صلح با روسیه بشوند، یکی از روحانیان برجسته نجف به نام شیخ مجاهد، سید محمد مجاهد اصفهانی، با فتوای خودش و فتوای ملا احمد نراقی که بزرگترین روحانی باشنده ایران بود، وارد سلطانیه شد. البته کسانی که تاریخ نوشتن میگویند که حتی وقتی او وضو میگرفت، تا لجن حوزی رو که او وضو گرفته بود رو مؤمنان میخوردن و قاطری که او سوار بود
آنچه که از قاتل میافتاد رو مردم جمع میکردن. او به سلطانی آمد و اعلام جهاد کرد و فتلی شاه رو واداش که به جنگ با روسا برود و چند هفته بیش به درازا نکشید که ایران در یک جنگ بسیار دردناکی از روسیه شکست خورد و روسیه وارد خاک ایران شد و تا تبریز هم رسید. و جالب اینجاست که بزرگترین روحانی تبریز میر فتاح که همراه با همین آخوندها فتوا داده بود برای جنگ با روسها به استقبال سپاه روس رفت و گوسفند و گاو در مقابل سردار روس قربانی کرد و دروازه های تبریز رو به روی او گشود و از او خواهش کرد که تبریز رو هم بخشی از آذربایجان رو هم بخشی از روسیه بکند. ایران با خفت و خاری به دنبال این فتوا به پیمان ترکمانچای تن در داد و نه تنها بخش بسیار بزرگی از خاک ایران، بسیار حاصل خیزی از خاک ایران برای همیشه از ایران جدا شد، روسیه دارای این حق شد که در حتی ولایت عهدی و جانشینی پادشاه هم در ایران دخالت بکنه. همه امور اقتصادی و سیاسی ایران عملا به دست روسیه افتاد و این در دورانی است که 200 سال پیش بود. امروز همین کار رو سران جمهوری اسلامی انجام میدن. نگاه کنید با این جنگ خانمانسوزی که با عراق آغاز کردن، با این خیمه شب بازی و جنگی که در جنگ مذهبی که با از راه عراق با دیگران آغاز کردند و دشمنی رو به جان خریدن. و من بارها گفتم که ایران باید گریبان خودش رو از این خاورمیانه عربی جدا بکنه، اما به جای اینکه چنین بیاندیشن، به جای واکنش منطقی نسبت به این کار به هر روی غیر انسانی دولت عربستان، در این جای گفتگو نیست که کشتن انسان‌ها به دلیل باورهایشون، چون من اطلاعات دقیقی از کار این آقای ملا یا آخون ندارم که چه کرده بود، ولی به هر روی عربستان این آدم رو چندین سال پیش محاکمه کرده بود و محکوم به اعدام کرده بود و سرپوش گذارده بود و با ایران کنار آمده بود. معلوم بود که عربستان در جستجوی تنش با ایران است و به جای اینکه رهبران ایران دوراندیش باشند، وارد این تنش نشوند، در این فضایی که در دنیا یک جریان گسترده برای انزوا ایران وجود دارد بهانه به دست ندهند، تشویق کردند، خیابان رو به نام این شیخ کردند و سپس عملا دست مهاجمان به سفارت رو نه تنها بازگذاردن، تردیدی در این نیست که در گرفتن سفارت حکومتیان دست داشتن. مگر ممکن است در کشوری که کسی نمیتواند یک جلسه حزبی و گروهی داشته باشد، یک جلسه صنفی داشته باشد، کسانی میتوانند دیوار سفارتی بالا بروند، سفارت رو آتش بزنند و همون زمان هم اسم خیابان رو عوض کنند؟ دست دولتیان در کار بوده و اینک انزوای ایران کامل شده. تنها دولت امارات هست که روابط اقتصادی و دیپلماتیک خودش رو با ایران قطع نکرده و روابط دیپلماتیک رو کاهش داده به سطح کارداری. ایران هیچگاه در تاریخ به این اندازه منزوی نبوده. حتی در دوران قاجار، در دورانی که یکی از ناتوانترین حکومت‌ها در ایران بوده، ما دارای چنین درجه از ناتوانی در منطقه نبودیم. زمانی بود که در دوران پیش از انقلاب همه حکومت‌های پیرامون ایران از ایران بیم و هراس داشتند. امروز جیبوتی هم رابطه خودش رو با ایران قطع می‌کنه. سودان که اصلا معلوم نیست در این باره. ببینید بحرینی که جزیره‌ای بوده که بر پایه یک رفراندومی از ایران جدا شده به رابطه خودش رو با ایران قطع می‌کنه. نشان از این است که هیچ گونه درایتی در میان سران جمهوری اسلامی نیست و سال 2016 رو با شوربختی آغاز کردند و به سوی انزوای خیلی بیشتر پیش می روند و امیدوارم که این مقدمه جنگ میان ایران و عربستان نباشه. ممنونم از لطفتون. البته جمهوری اسلامی کار تازه‌ای نکرده. یک زمانی قاتل سادات رو اسمش رو یک خیابان گذاشت و عکسش روی تمر چاپ کردن. بله. در دنیا بی‌نظیر بود که قاتل رئیس جمهور کشور دیگری رو، خالد استانبولی رو، روی تمر کشور دیگری چاپ کنن. بگذاریم. سال گذشته سال وقایع بسیار بسیار اسفناکی بوده، از کشتار در فرانسه و همینطور اون مجلس، یعنی اون نمایندگان کشورهای جهان که برای آلودگی هوا آمده بودند و کشتار کالیفرنیای خود ما که آغاز شد و بسیاری از
نکات دیگه و شاید برای ما ایرانی ها مسئله برجام که هنوز هم معلوم نیست که به کجا میخواد برسه و خیلی ها منتظر پول هایی هستن که آزاد بشه و از این نمد کلاهی بدوزن. و خیال میکنم وقتی داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم قبل از اینکه برنامه رو آغاز بکنیم، شما فرمودید که این واقعه، این ناامنی جهان از 11 سپتامبر سال 2001 آغاز شد که گروه القاعده اون 4 هواپیما رو، 2 تا رو به ساختمان مرکز تجارت جهانی، بلندترین ساختمان جهان، فرو برد. یکی رو در پنتاگون و یکی هم در نزدیک پنسیلوانیا سقوط کرد و از اونجا مثل اینکه یک اعلام خطر برای دنیا داده شد. و اما اکنون این داعش کاری میکنه که خیلی ها میگن حتی اون هواپیما رفتن در این ساختمان هم آنچنان که داعش داره عمل میکنه آنچنان اسفناک نبوده، که داعشی که جلو دوربین سر میبره. بفهمید که آیا از اونجا شروع شد و القاعده پایه‌گذار بود یا این داعش با القاعده چه نسبتی داره؟ آقای امینی عزیز، ببینید، القاعده یک گروهی بود که از دل جریان و جنبش و کوشش مجاهدان در افغانستان آغاز شد. در اون دوره گروه‌های ضد کمونیستی داخل افغانستان که از سوی دستگاه امنیتی پاکستان پشتیبانی می‌شدند، عربستان پول اونها رو می‌داد و نقشه‌ریزی در دست سازمان CIA بود، می‌خواستند شوروی‌ها رو از افغانستان بیرون برانند. برای اونها بیرون راندن شوروی به یک موضوع اساسی و بنیادی تبدیل شده بود. القاعده در واقع یکی در آغاز کار یک دیتالیستی بود یا یک مرکز اطلاعاتی بود برای اینکه کسانی که داوطلب میشن و میروند به افغانستان برای جنگیدن برای اسلام، اونها نامشون و ارتباط خانوادگیشون و پیوندهاشون حفظ بشه. القاعده یعنی پایه. به این ترتیب القاعده زاده شد با پول عربستان، پشتیبانی دستگاه امنیتی پاکستان، پشتیبانی سازمان سیاه و خون مجاهدان افغانی، و سرانجام هم موفق شدن اینها و توانستن دولت طالبان رو در افغانستان ایجاد بکنن و در دل دولت طالبان امنیت پیدا کردن برای کارهایی که میخواستن انجام بدن. ولی اساساً یک جریان تروریستی بود که شاید شمار مجموعی کسانی که عضو اون بودن از چند هزار نفر بیشتر نمیشد و جنگ اونها هم اساساً پس از خروج شوروی با غرب بود، یعنی به دنیای غرب اعلام جنگ کرده بودند. داعش چنین نیست. داعش جنبش اجتماعی است. یه جنبشی است که تنها یک گروه تروریستی نیست، بلکه جنبش نیرومند اجتماعی است که در واکنش به جریان عراق پیش آمده. و واقعیت رو باید گفت که آغاز حرکت داعش با پیدایش جمهوری اسلامی پیوند پیدا میکنه. نخستین دولت دینی در جهان در دوران مدرن رو ما در ایران شاهد بودیم و به دنبال پیدایش دولت جمهوری اسلامی و خیز برداشتن دولت جمهوری اسلامی در دخالت در کشورهای پیرامون خودش واکنش هایی رو ایجاد کرد. اما این واکنش ها چندان جدی نبود تا دولت ایالات متحده آمریکا در عراق دخالت نظامی کرد و دولت صدام حسین رو که تا حدودی میتوان گفت یک سدی بود در مقابل ایران، این دولت رو برانداخت با این رویای کاذب که میتواند یک دموکراسی در عراق بسازد، دموکراسی غربی. شدنی هم نبود. عملا دست ایران در عراق باز شد و ایران به جای اینکه منطقی بیاندیشد، بران شد که از نفوذ در عراق، نفوذ در سوریه، نفوذ در لبنان بهره بگیره، حتی در دخالت در یمن، پشتیبانی از زیدی هایی که اگر در ایران می بودن غیر قانونی می بودن، یعنی شیعیان زیدی بودن و در ایران جایی نمی داشتن، احتمالا رهبرانشون در زندان بودن. الان همین آقای موسوی و کروبی که در زندان خانگی هستن، اینا شیعه 12 امامی هستن، اونا شیعه 4 امامی هستن، حتما در زندانی بودن. ولی گسترش دخالت ایران در منطقه و جلوگیری از اینکه بتواند یک نوع امنیتی در منطقه ایجاد بشود، زمینه ای شد برای اینکه بازماندگان ارتش
صدام حسین، بعثی ها با جریان های تندروی وهابی سلفی درون این کشورها اهل سنت پیوند پیدا بکنن و جریان داعش را آغاز کنن. ما امروز شاهد یک جنگ تمام عیار مذهبی در منطقه هستیم. القاعده یک جریان ضد غربی بود، در حالی که داعش یک جنگ مذهبی با ایران و جنگ میان سنی و شیعه است و امروز نماد در واقع درگیری ایران و عربستان هستند. بسیار هم دردناک است، برای که جنگ مذهبی جز خونریزی، جز کشتار پیامدی نخواهد داشت. ایران میتوانست گریبان خودش رو از این محلکه نجات بدهد و به جای نجات دادن با سر وارد این داستان شده است و پایانی هم بر آن نخواهد بود. داعش شاید سرکوب بشود در زمینه دخالت در کشورهای غربی، ولی به هر روی تا زمانی که ما در خاورمیانه نتوانیم به یک نوع دگرگونی در بنیادهای فکری جریانهای اسلامی دست پیدا بکنیم، جنگ مذهبی در خاورمیانه که 1357 با انقلاب اسلامی آغاز شد همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. ممنونم از تمام توضیحاتتون. اجازه بدید که بریم به سراغ یک خبر سال گذشته که برای ما ایرانی ها، شاید هم برای بسیاری از کشورهای غربی، 5+1 و همینطور آمریکا بسیار جالب بود و موافقین و مخالفین بسیار داشت، حتی در مجالس آمریکا، و جنجال بسیار در اطرافش شد. برجام، اون موافقت نامه‌ای که بین 5+1 و ایران برگزار شد و درش چند تا چیز جالب برای بسیاری از تجار عالم بود و رقم 100 میلیارد دلاری و بعدها گفتن کمتره، بیشتره. البته این میلیارد و میلیارد دلاری و دزدی میلیاردی مربوط به این زمانه. من هیچ وقت در زمان خودمون یادم نیست که این لغت میلیارد رو میشنیدیم و لغت میلیون رو که میشنیدیم فکر میکردیم که چقدر واقعا زیاده میلیون، و اگر یک کسی خانه 1 میلیونی داشته بود چه جزو ثروتمندان منطقه بود. حالا یه بذارین یک نکته رو بگم. یکی از دوستانم از ایران یک بسته برای من فرستاده بود، یکی از بینندگانمون. در این بسته 65,000 تومان تمر زده شده بود. خوب یادمه که زمانی با این مبلغ بنده یک اتومبیل لوکس خریدم که خیلی ها فکر میکردن که چقدر اتومبیل گران قیمتی است. امروز پول یک تمره. خب بفرمایید که این برجام به کجا میرسه؟ آیا واقعا به جای خواهد رسید و آیا واقعا به نفع این ملت ستم دیده ایران زمانی درست خواهد شد، یا اینکه باز این بازی ادامه داره؟ جناب کاردان، برجام میتوانست پیامد بسیار نیکی داشته باشه، یعنی یک گفتگوهای دراز مدتی میان ایران و کشورهای غربی و زیر نظر سازمان ملل انجام شد و زیر فشار اقتصادی شدیدی که بر ایران وارد شده بود، ایران تن در داد به یک رشته سازش هایی، در واقع پذیرفت که پروژه غنی سازی رو عملا کنار بگذاره. غرب هم پذیرفت که تحریم ها رو کاهش بده. یک فرصت تاریخی برای ایران به وجود آمد که با این کاهش تشنج بار دیگر وارد دنیای متمدن بشود، روابط تازه‌ای رو در پیش بگیره. برجام می توانست درهای تازه‌ای رو به روی ایران بگشاید. نگرانی بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی هم در این بود که این گشایش روابط میان ایران و غرب می تواند جمهوری اسلامی رو ماندگارتر بکنه. من در اون دوران و همچنین امروز بر این باور بودم که گسترش روابط ایران با غرب به توانایی حکومت نمی انجامد، بلکه راهگشای باز شدن جامعه خواهد بود. اما متاسفانه باید بگویم، با شوربختی باید بگویم، که اصلا این پدیده فرصت سوزی در تاریخ ما یکی از پدیده های ماندگار میان نخبگان ایرانی است. بزرگان سیاست ایران در درازای 500 سال گذشته همواره فرصت سوز بودند
فرصت‌های تاریخی رو به جایی که ازش بهره بگیرند اینها رو سوزاندند. یکی از نمونه‌های برجسته اون زمانی است که در جنگ میان ایران و عراق، جدا از اینکه چه کسی این جنگ رو آغاز کرده بود، دولت‌های عرب حاضر بودند میلیاردها دلار، چون واژه میلیارد رو استفاده کردید، اون زمانی که درآمد نفت ایران تنها 22 میلیارد دلار بیش نبود، حاضر بودند تا 5 میلیارد دلار خسارت به ایران بدن، زمانی که ایران به هر حال به خاک تمام خاک خوزستان رو پس گرفته بود، که ایران دست در جنگ بکشد و آیت الله خمینی زیر بار نرفت و سرانجام با خفت و خاری صلح رو پذیرفت. در دورانی که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید، دریچه‌ای گشوده شد که ایران بتواند اون هری حوزه تاریخی فرهنگی سیاسی قدیم خودش رو، گذشته خودش رو زنده بکنه. میدانی که در یک زمانی تا سمرقند و بخارا و تاشکند و مرز چین فرهنگ و سیاست ایران گسترش داشت و بسیاری از این کشورها پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی چشم به سوی ایران دوخته بودند. از باکو به سوی ایران حرکت میشد، از ارس میگذشتند و به سوی تبریز میآمدند. زمانی بود که دولت جمهوری اسلامی یا دولت ایران میتواند از این فرصت تاریخی بهره بگیرد و به جای بهره گیری از این فرصت تاریخی به گسترش شیعی 12 امامی در سرزمین های اهل سنت در آسیای میانه همت گمارد و این فرصت تاریخی رو سوزان و این فرصت رو به ترکیه و پانترکیستا از دست داد. برجام همچنین فرصتی بود. ایران می توانست با درایت از این فرصت استفاده کند، دست از لجبازی ها و دخالت در کشورهای همسایه بردارد و وارد جرگه کشورهای پیشرفته جهان بشود و یک نوع امنیت برای ایران ایجاد بکند. برجام هنوز مرکبش بر کاغذ خشک نشده که ایران درگیر جنگ سیاسی و اقتصادی با عربستان است، درگیر دخالت در عراق است، همچنان در سوریه نیروی نظامی دارد، همچنان در یمن کوشش می کند که حوتی ها رو به قدرت برساند، دست از تجاوز و لجبازی و کارهایی که سالهای درازی است به راستی مملکت ما رو به روز سیاه نشانده بر نداشتند و از این برجام هم نتوانستند بهره جویی کنند و روابط خودشون رو با غرب، روابط منطقی و آرامی بکنند. نتیجه این است که برجام انجام شد، کشتی حامل تمام آن چیزی رو که ایران تعهد داده بود به دولت‌های غربی تحویل بدهد ایران رو ترک کرد و امروز ایران منزوی‌تر از دوران پیش از برجام است. انزوایی که پیشتر محدود به اروپا و ایالات متحده آمریکا بود، اینک تمام همسایگان ایران رو از افغانستان و پاکستان و تمام کشورهای عربی پیرامون رو در بر داره. ایران حتی در عراق هم برای جمهوری اسلامی تره خورد نمی کنند. عراقی که زمانی زیر سایه این جمهوری اسلامی بوده، در پایتخت عراق بغداد ملکه زیبایی انتخاب کردند در لجبازی با همین رفتار حکومت، و دولت عراق اعلام کرد در هنگامی که این آخرین شهری رو از دست داعشی ها می گرفتند که نیروی نظامی میلیشیای شیعه حق ورود به این شهر رو نخواهد داشت. ایران دارای اعتبار نیست، حتی تا اونجایی که آگاهی هایی که من دارم، حتی حزب اللهی ها هم از سوریه در حال خارج شدن هستند، چون ایران زمانی که 120 میلیارد دلار درآمد نفت داشت، پول برای خرج کردن در دست می داشت. درآمد نفت ایران امروز از 35 40 میلیارد دلار هم کمتر است، تازه شاید از این هم کمتر باشد. پولی برای خرج کردن ندارد که به حزب الله بدهد که اونها در راه دولت اسلامی شهید بشوند. این است که ایران در یکی از منزوی ترین دورانهای تاریخ خودش هست و به جای بهره برداری از این گفتگوهایی که به برجام انجامید، به راه بسیار کجی گام و نهاده که پیامد نیکی برای آینده ایران نخواهد داشت. من به آینده این درگیری ایران با همسایگان بسیار بسیار بدبین هستم. اجازه بدید یه حاشیه اینجا خدمتتون بگم. دولت‌های غربی برای دخالت نظامی در ایران بالاخره یک راه‌هایی رو باید طی کنند. اینها پارلمان دارند، مجلس دارند، ساختارهای حقوقی دارند. به این آسانی نمیتوان کارها رو انجام بدن.
ولی دولت عربستان چنین گرفتاری نداره. فردا ممکن است در واکنش به یک رفتار دولت جمهوری اسلامی جنگنده های عربستان به خاک ایران حمله کنند. هیچ پارلمانی هم وجود نداره که اونها باید گزارش بدهند. و آغاز یک چنین جریانی مانند جنگ 8 ساله ایران عراق که ویران کرد ایران رو، میتواند به ویرانی هرچه بیشتر ایران بیانجامد. انبار بارود هست امروز موقعیت ایران و عربستان و امارات و کشورهای پیرامون. صحبت از نفت کردیم. امروز در خبرها آمده بود که نفت سنگین ایران شده بشکه 28 دلار. و داشتم نگاه میکردم به خبرها که این مسیر نفت همینطور که آمده جلو در زمان آقای احمدی نژاد به جایی رسیده بود که بشکه از 100 دلار هم بیشتر بود و پولهایی که گفتن زمان احمدی نژاد به آمده از طریق نفت در طول تاریخ ایران انقدر نیامده بود. درست. که در این 8 ساله آقای احمدی نژاد آمده بود و اون پولها چه شد و واقعا چه شد و مقدار زیادی رو خرج همین اتم و سانترفیوزها و غیره کردن و مرتب گسترش دادن و حالا تمام اون پولها که رفته هیچ، اینهایی هم که درست کردن باید دو دستی با دست خودشون به غرب کادو کنن یا از بینش ببرن یا بفرستن برن روسیه و غیره. و اما در زمان سال پیش وقایع زیادی در دنیا اتفاق افتاد. یکیش که در ایران خیال میکنم مقدمه این اختلاف بین عربستان سعودی و ایران بود، واقعی بود که در منا اتفاق افتاد، در مکه، و گروه زیادی کشته شدند. البته قبل از اون هم اختلافاتی بود، از جمله تجاوز به 2 نفر کودک، یعنی نوجوان در گمرک اونجا که معلوم نیست اصلا به کجا رسید، کسی رو محاکمه کردن نکردن. و به نظر من اگر در هر کشور مترقی دیگری این واقع اتفاق می افتاد، عکس العمل حکومت در مقابل اون کشور واقعا وحشتناک بود و دنیا رو صدا میکرد که بیاید ببینید با فرزندان ما چه میکنن. اما دیدیم که همون واقعه و کشتار، این کشتاری که در عربستان شد و هنوز هم تعدادی از مسلمانانی که به مکه رفته بودن معلوم نیست حتی جنازه شون کجاست و دولت ایران فقط دلش میخواست که میگفت جنازه ها رو برگردونید، برای اینکه عاشقن به اینکه تشییع جنازه و غیره و غیره انجام بدن. آیا اون کشتار مقدمه بر اختلافات بین ایران و عربستان سعودی نبود؟ و الان برای دولت ایران کشتن این شیخ نمر یا پلنگ، ببخشید، و پلنگ و اینها بیشتر اهمیت داره یا اون 100 نفری که ایرانی که در اونجا جانشون از دست دادن؟ جناب کاردان، هرچی جوامع بشری پیشرفته تر می شود، جان انسان با ارزش تر میشه. در پیشرفته ترین کشورهای جهان جان حتی یک نفر هم دارای ارزش هست. چند سال پیش بود که هنگامی که معدنچیان در آمریکای جنوبی گرفتار شده بودند، جهان در واقع به یاری اونها شتافت و این 30 اندی معدنچی رو بعد از 30 اندی روز توانستن از اون معدن، از اون جای هولناکی که اینها گرفتار شده بودند، نجات بدن و دنیا شادمان بود از اینکه 30 اندی معدنچی نجات پیدا کرده. در کشور ما انسان دارای ارزشی نیست. بچه ها رو روی مین میفرستادن در دوران جنگ و انسان بناست که به آسمان برود، به الله بپیوندد، کشته بشود، شهید بشود. شهید شدن چیز خوبی است و رفتن به سوی خداوند است و اصلا این جهان جهان ماندگاری نیست. البته من نمیدانم که آقایان روحانیون چرا اینقدر ماندگار هستن. اگر این جهان جهان ماندگاری است و آخرت بهتر از این جهان است، چرا دست از سر این جهان بر نمی دارند و خودشون به آخرت نمی رن. اما راستی این است که این حرف هایی که می زنند در مورد اینکه گروهی از حاجیان کشته شدند یا مثلا این شیخ در اونجا کشته شده، دارای ارزش برای جامعه ایران است، اینها یک دروغ بیش نیست.
برای اینکه در بسیاری از نقاط دیگر جهان هم رویدادهایی از این دست رو ما میبینیم، مثلا در جریان جنگ عراق یا جنگ اول عراق یا در جریان افغانستان، حتی نیروهایی که با هم همپیمان بودند، یعنی آمریکایی ها به اشتباه انگلیسی ها رو کشتند یا انگلیسی ها به اشتباه هلندی ها رو کشتند، جنگی هم بین اونها در نگرفت. کشورهای پیشرفته جهان در مورد این نوع رفتارها گفتگوهای دیپلماتیک انجام میدن، پوزش از هم میخوان و موضوع رو به پایان میرسانند از راه های مالی و چیزهای از این دست. نهایتا این که سفیر کشور رو فرا میخوانند، پرخاش به یکدیگر میکنند، چند اعلامیه رد و بدل میشود و موضوع منتفی میشود. در دوران گذشته هم پیش از انقلاب 57 هم بوده زمانهایی که زائران ایرانی در کعبه کشته شدند، حتی در یک موردی سر یک نفر رو بریدن اگر یادتون باشه، به دلیل اینکه در خانه کعبه حالش به هم خورده بود. جنگی هم بین ایران و عربستان روی نداد. زمانی این مسائل مطرح می شود که چیزهای بزرگتری در میان باشد. راستی این است که این حرفهایی که در ایران می زنند که یک باره تب نوبه کردن به خاطر اینکه محاکمه این شیخ نمر محاکمه عقلانی و اخلاقی نبوده، ایشون وکیل مدافع نداشتن، زیر شکنجه قرار گرفتن، حقوق بشر ایشان مراعات نشده، اینها جالب است اگر از سوی دولت ایران انجام نشود. هنگامی که دولت جمهوری اسلامی که رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و نخست وزیر دوران جنگ رو اینک 5 سال است که در زندان خانگی نگه داشته و اجازه دیدار خبرنگاران رو به اونها نمیدهد، اینهایی که شیعه 12 امامی وفادار به ولایت فقیه بودند، بعد میگوید که در این عربستان حقوق بشر مراعات نشده. خب حتما نشده. دولت عربستان یکی از متجاوزان برجسته به حقوق بشر، یکی از تجاوزکاران به حقوق زنان و روی هم رفته یک دولت قرون وسطایی است. ولی کسی میتواند به دولت عربستان معترض بشود که خود به حقوق شهروندانش ارج و بهای نهاده؟ در کشور ما قطع‌های زنجیری صورت گرفته، دزدی‌های کلان صورت گرفته، تجاوز به حقوق شهروندان صورت می‌گیرد و هیچ پیامدی در بر ندارد. چگونه دولت جمهوری اسلامی دارای مشروعیت برای پرخاش به دولت عربستان است در حالی که در ایران، در کشور خود ما، آدم‌های بسیار برجسته در از این شیخ یا شیخک رهبر شیعه عربستان در زندان به سر میبرند؟ آدم‌های مسلمان، آدم‌های غیر مسلمان و معترض به حکومت که به جای خود، اونها که حقوقی ندارند، میگویند در عربستان اقلیت شیعی مورد ستم قرار گرفتن. اقلیت شیعی عربستان در نزدیک به 4% جمعیت عربستان است، اگر هم تا 4% باشد. اقلیت اهل سنت ایران نزدیک به 15% جمعیت ایران است و حتی در تهران که بزرگترین شهر سنی نشین ایران است، دارای مسجد نیستند، دارای حقوق نیستند. شورای نگهبان این مجلس خبرگان رهبری که ما در آستانه انتخاباتش نشستیم، در درازای تاریخ 37 سال گذشته یک فقیه اهل سنت به اونجا راه پیدا نکرده. همه شیعه 12 امامی هستند. بعد میگویند که در عربستان حقوق شیعیان رو بهش تجاوز میکنن. درست هم میگن، کاملا حق با این انتقاد است. ولی من زمانی میتوانم جناب کاردان به شما انتقاد بکنم که مثلا حقوق منو ندادید که دستم تو جیب شما نباشه. هنگامی یک دستم در جیب شما هست و در حال سرقت پول جیب شما هستم که نمیتوانم واکنشی داشته باشم که چرا شما به منده کار ناحق میکنید. جمهوری اسلامی یکی از متجاوزترین حکومت‌ها در دنیا به حقوق انسانی است و همه مشروعیت خودش رو برای اعتراض به تجاوز به حقوق در کشورهای دیگر از دست داده و نمیتواند مدعی این باشد که چرا عربستان چنین میکند. من موافقم عربستان رو بر کرسی قضاوت بنشانیم، حکومت جمهوری اسلامی رو هم بر کرسی قضاوت بنشانیم و بگوییم هر دو محکومند.
ممنونم از لطفتون. نکات بسیار زیادی رو داریم، اشاره کردیم به انتخابات ایران که باید راجع بهش صحبت بکنیم و همینطور بسیاری از وقایعی که در سال گذشته اتفاق افتاد، کشتار فرانسه، کشتار همین کالیفرنیا و بسیاری از وقایع دیگه. اما چون صحبتی فرمودید راجع به آمریکا و نقش اون در عربستان سعودی، یک خبر امروز بود که برای من بسیار جالب بود. آقای ارنست، سخنگوی کاخ سفید، فرمودن ما نگران نقض حقوق بشر در عربستان هستیم. کمتر شنیده میشه این نکته ای رو که ایشون فرمودن، مخصوصا اعدام های اخیر به ویژه یک روحانی شیعه. و این اعدام این روحانی شیعه باعث شد که شاید کسانی که اصلا اشاره ای به حقوق بشر در عربستان نمی کنند یک کمی هم به خودشون بیاد و اشاره هم به این قضیه بکنند. و همینطور این آقای ارنست، سخنگوی کاخ سفید، گفته که ایالات متحده همزمان نگران کوتاهی ایران در حفاظت از اماکن دیپلماتیک و مسائل دیگه است. خب بسیار صحبت هایی داریم با هم انجام بدیم. جمع کاردان میبخشید چون بفهم. شما اهل هنر هستید. خواهش. بسیاری از همیهنان ما فیلم کازابلانکا رو حتما دیدن. بله بله. اون صحنه ای رو حتما یادتون میاد که دستور داد اون لویی که کازینو رو ببندن به خاطر اعتراض آلمانی ها و گفت چرا میبندید؟ گفت برای اینکه در اینجا قمار جریان داره. در همون لحظه نفر آمد گفت آقا این پولایی که شما بردید رو بهش تحویل داد. وضع اعتراض جمهوری اسلامی هم به حقوق بشر در عربستان شبیه اعتراض اون آقای لویی در کازابلانکا است. بله، این فیلم کازابلانکا امروزه در سریال هایی که میسازن در ایران نقشی داره. و ای کاش وقت بود صحبتی میکردم راجع به فیلمی که راجع به شاه، سریالی که دارن میسازن. شاید در طول تاریخ ایران یک همچین ابتذالی نمیتونسته. من کاری به سیاست ندارم، این که همه چیز در تاریخ به نفع خودشونه. بهترین انسان آیت الله کاشانی است و بقیه و بقیه. ولی واقعا اسف انگیزه این فیلمی رو که دارن، این سریالی رو که نشون میدن. من باید در برنامه ویژه راجع به این قضیه صحبت بکنیم. گفتنی بسیار داریم، با هم هستیم. اجازه بدید به چند پیام بازرگانی با هم نگاه بکنیم، نفسی تازه بکنیم، شما هم نفسی تازه کنین. برگردیم بیایم به وقایع سال گذشته، سال 2015 نگاه بکنیم و همینطور بریم به این انتخابات ایران که بسیار جالبه. و این اخیراً نوه آقای خمینی هم داره رول اول تو این سریال بازی میکنه. اجازه بدیم بریم نگاهی بکنیم و برگردیم. با ما باشید. با ما هستن. خیال میکنم آقای امینی عزیز، یکی از وقایع مهم سال گذشته کوچ پناهندگان به اروپا بود. صدها هزار نفر، نزدیک 1,000,000 نفر، بسیارشون دل به دریا زدن، در دریا غرق شدن و خودشون رو برسونن به کشوری که بتونن بهتر زندگی بکنن، بتونن بوی آزادی و رفاه رو بشنون. راه طولانی رو پیاده طی کردن و تصاویری از این کوچ دیدیم که دنیا رو متاثر کرد، مثل اون کودکی که در کنار دریا جانش رو از دست داده بود. و جالب بود که همه اینها و اکثریت اینها مسلمان بودند و ثروتمندترین کشورهای جهان کشورهای اسلامی هستند که امروزه میتونستن بسیاری از این پناهندگان رو جا بدن. اما اونها به اونجا نرفتن، به کشورهای اسلامی نرفتن، به کشورهایی که مذهب خودشون بود پا نگذاشتن. آمدن به کشورهایی که به قول خودش خیلی ها از اینها معتقدن کافرن، جایی که کارهایی رو میکنن که با دین اسلام مغایرت داره. اما خیلی ها، حتی تعداد زیادی ایرانی در بین این گروه بود، افغانی و ایرانی و عراقی و قسمت اعظمشون سوریه، از اهالی سوریه بودند، چه از طریق ترکیه، چه از طریق یونان و گذشتن از دریا خودشون رو رسوندن به اونجا. و بسیارشون هنوز آواره هستند. تصاویری می دیدیم از ایرانیانی که لبهاشون رو دوخته بودند برای اینکه بخوان برسن به
کشور آزاد، چرا ایرانی داره مملکتش رو ترک میکنه؟ آیا نباید که جمهوری اسلامی کلاهش رو بالاتر بگذاره که این کشور ثروتمند، این کشوری که اهالی با استعدادی داره که امروزه در جهان جزو موفق ترین هستند، باید گروهی با این وضع کشورشون رو ترک بکنن که به جای امن برن؟ به هر حال خیال میکنم که وقایع بسیاری در سال گذشته بود، این کوچ هم جزو وقایع بسیار مهمش بود. آقای امینی عزیز، نکته بسیار بسیار مهمی رو مطرح میکنید و بسیار دردناک جناب کاردان. راستی این است که در سرتاسر خاورمیانه دنیای اسلامی عرب و دنیای غیر عرب ولی اسلامی مانند ایران، پاکستان، افغانستان و همچنین کشورهای شمال آفریقا ما با یک بحران بنیادی روبرو هستیم و این بحران دارای چند پایه است. بسیاری از این کشورها مانند کشور خود ما ایران یا عراق، سوریه، بیشتر کشورهای شمال آفریقا کشورهایی بودند که حکومت‌های سکولار ولی خودکامه و روی هم رفته به دور از مردم و گریزان از مردم چیره بودند که پلیدترین اونها در عراق بوده، دولت صدام یا دولت بشار اسد. این پروژه ها شکست خورده، همونجور که در ایران با بحران روبرو شد و به انقلاب 57 انجامی، در عراق، در سوریه، در مصر و در دیگر کشورها با بحران روبرو شد و همونجور که ما در ایران شاهد بودیم که به جای یک حکومت بر روی سکولار ولی غیر دموکراتیک ما با یک حکومت سکولار و دموکراتیک روبرو باشیم، میدان داده شد به اینکه حکومت مذهبی در کشور ما شکل بگیره، حکومت دینی، و این در دیگر کشورهای خاورمیانه هم روی داده. بیشتر کسانی که به حکومت بشار اسد نقد میکنن و یا چالش کردن این حکومت رو به چالش کشیدن جریانهای دموکراتیک نیستند. حالا داعشی ها رو ول کنید، حتی اونهایی که داعشی هم نیستند، یا نمونه مصر، دولت مبارک رو که دولت خودکامه و فاسدی بود برانداختند و به جای اون اخوان المسلمین در مصر پای گرفت که شبیه بر روی حالا شکل بهتری از ایران باشه. بحران در خاورمیانه است. نیروهای دموکراسی خواه در خاورمیانه دارای نفوذ چندانی متاسفانه نبودند. این رو باید بیافزایم که و با شوربختی باید این رو گفت که پروژه جمهوری اسلامی در میان شیعیان و پروژه داعش در میان اهل سنت یک خانه تکانی بزرگی بوده، یک دلاکی بزرگ بوده، یعنی در واقع چرک و شوخ جامعه رو، جامعه اسلامی رو اینها رو آوردند و شاید در شکست جمهوری اسلامی و در شکست داعش ما با پدیدار شدن جریان‌های ماندگار دموکراسی و سکولاریسم در خاورمیانه روبرو باشیم. ولی واقعیت این است که دنیای اسلامی دچار بحران بسیار بسیار جدی است. بخشی از این بحران شاید اقتصادی باشه، ولی واقعیت این است که بیشتر این کشورها کشورهای یا نفتخیز بودند یا از برکت درآمد نفتی بهره می‌جستند. ایران کشور فقیری نبوده و هنوز هم نیست، ولی روی هم رفته بحران‌های اقتصادی زاییده ناتوانی‌های دولت‌ها و به ویژه بحران سیاسی، چون بیشتر پناهندگان ایران پناهندگان سیاسی هستند از جمله خود من و شما، به دلیل اقتصادی ما به غرب نیامدیم بلکه از گزند فشار سیاسی گریختیم. این است که به راستی باید گفت این موج جدیدی که به اروپا وارد شده ناشی از این جنگ داخلی سوریه است، ناشی از فروپاشیدن دولت‌های مصنوعی است که در دوران پس از جنگ جهانی اول ایجاد شده. دولت عراق، دولت سوریه، دولت اردن، دولت یمن، اینها دولت‌های کویت، حتی خود عربستان دولت‌های ساختگی دوران پس از جنگ جهانی اول هستند. تنها ایران و ترکیه هستند که دارای پیشینه امپراتوری کهن می‌باشند و دولت ملت‌های کهنی هستند و به همین دلیل هم هنوز کشور ما پابرجاست. ولی دیگر این دولت‌ها حتی در افغانستان هم یا پاکستان هم
دولت‌های نیرومند ملی نیستند و به آسانی فرو می‌پاشند و این است که مردم فوراً رخت برمی‌کنند و به خارج میان، در حالی که در میان ایرانیانی که به خارج آمدن همه امید و آرزوشون این است که روزی به ایران برگردن و کشور خودشون رو بسازن. بسیاری از کسانی که از سوریه و عراق و کشورهای دیگر به خارج میآیند اصلا اینجا رو دیگه سرزمین زندگی خودشون میدونن. این بحرانی است که به وجود آمده و این بحران، بحران دنیای اسلامی است. من در برنامه‌های خودم هم بارها اشاره کردم دنیای اسلامی نیاز به یک رفرماسیون بنیادی فقاهتی دارد، چه در دنیای اهل سنت چه در دنیای شیعه. راهی جز این نیست که دنیای اسلامی خودش رو با دنیای مدرن هماهنگ کنه، ارزش‌های حقوق بشری رو بپذیره، جدای دین و دولت رو بپذیره، درک کنه و دریابه که در یک کشور اسلامی هم میتوان و باید انسان‌ها در کنار یکدیگر با باورهای گوناگون، با آیین‌های مختلف آرام زندگی کنند، امنیت داشته باشند. و این چیزی که در اروپا به وجود آمده، من یک بار با یک روحانی مجتهد ایران که رخت دینی رو ازش گرفته بودن در همین جمهوری اسلامی یک گفتگوی خصوصی داشتم. ایشان در ایتالیا زندگی میکردند، فلورانس زندگی میکردند، نامش رو نمیارم ولی خب نشانی هایی که میدم شاید درک کنند دوستان. و از ایشون پرسیدم که دوست گرامی، شما هنگامی که در ایران بودید و با درجه اشتها در قم زندگی میکردید امنیت بیشتر داشتید، یا امروز در فلورانس کاتولیک کجا امنیت بیشتر دارید؟ گفت جای گفتگو نیست، در ایتالیا. ببینید، ما بالاخره باید به یک رفرماسیون بزرگ در دنیای اسلامی دست پیدا بکنیم. جمهوری اسلامی ماندگار نیست، این اوضاع قابل دفاعی نیست، وضعیت عراق قابل دفاعی است، وضعیت سوریه قابل دفاعی است، عربستان نخواهد توانست با این فرم با پسمانده با دنیای پیشرفته هماهنگ کنه خودش رو. باید یک رفرماسیون بنیادی، یک دگرگونی بنیادی در ساختارهای اندیشه‌ای و فقاهت اسلامی، چه شیعی چه اهل سنت، به وجود بیاید و موضوع اصلی اون باید یک چیز باشد: آیا انسان‌ها حق دارند با دین‌های گوناگون کنار هم زندگی کنند؟ آیا انسان‌ها حق دارند اگر با دینی هم به دنیا آمدند و پدر مادر اونها از این دین بودن به دین دیگری بروند؟ آیا ما میتوانیم بپذیریم که ساختار فرمان روایی باید تخصصی باشد، آدم‌های توانا باید دولت رو اداره کنند و نه دینداران؟ این رو اگر بپذیریم که آزمون جمهوری اسلامی و به گفته درست شما درآمد نفتی که در تاریخ ایران بی‌نظیر بوده، کشوری ورشکسته به ما تحویل داده، آیا گواه بر این نیست که کشور رو باید اهل تخصص اداره کنند نه اهل آیین و دین و ایدئولوژی؟ و این بحران بزرگ خاورمیانه است که به راستی میتواند خاورمیانه رو برای چند دهه آینده به خاک و خون بکشد. جنگ داخلی که در تمام این کشورها امروز جریان دارد جنگی نیست که بتوان یک شبان رو به پایان رساند. همین امروز در مصر، اگر این ارتش مصر که امروز به قدرت رسیده اندکی آزادی بدهد، دوباره همون ماجرا به وجود میآید. این نشانه بحران است، چون مردم به هر روی آزادی میخواهند. شاید این رو بتوانم بگویم که در پرتو تجربه 37 ساله بسیار خونین و دردناک ایران آماده ترین این کشور خاورمیانه برای سیاوی به یک دموکراسی سکولار است. یعنی ما از راه تجربه منفی داریم به یک ارزش مثبت میرسیم. ممنونم از لطف و محبتتون. و در سال گذشته وقایعی شاید که بی‌نظیر بود اتفاق افتاد. در جنگ سوریه بالاخره روسیه هم آمد قدمی جلو گذاشت، روسیه‌ای که همیشه طرفدار آقای بشار اسد بوده و با ایران متحد بوده و رئیس جمهورش بدون خبر به ایران میاد، به دیدن آقای رهبر میره. و دو تا واقعی که اتفاق افتاد، یکی این که هواپیمای مسافربریشون روی صحرای سینا سقوط کرد و داعشی ها گفتن ما این کار رو کردیم. یک دفعه دنیا حیرت کرد که حتی در پروازها امنیت نیست و این داعشی ها حتی در آسمان ها هم می توانند کارهایی رو انجام بدن. و این هواپیمای ساقط شده
وقتی که اون جعبه سیاه معروفش رو پیدا کردن پی بردن که بمبی در هواپیما بوده. و بعد در انتقام گیری این پوتین از داعشی ها که هواپیماهاش رو آورد که بمباران میکنه و گاهی اوقات هر جا رو دلشون بخواد بمباران میکنن، ببخشید من نمایشی فکر میکنم، یعنی هواپیماشون طرفداران آقای بشار اسد رو هم دلشون میخواد که بمباران نکنن، یه دیگر بمباران میکنن و غیره و غیره. اما ترکیه یکی از این هواپیماهای روسیه رو انداخت و روسیه هم نمیدونم میگه که محاصره میکنم و غیره و غیره. اما اون چی که بیشتر دنیا رو تکان داد وقایعی بود که در فرانسه اول اتفاق افتاد، که در یک روز در چند نقطه شهر پاریس در یک سالن کنسرت موسیقی و همینطور در یک رستوران و جاهای دیگه به ناگهان گروهی مردم رو به مسلسل بستند. تفنگ نقش اول رو بازی کرد و کینه حرف اول رو زد. اجازه بدید که با شما صحبت کنیم آقای امینی عزیز در مورد واقعه فرانسه، و خود شما اشاره بفرمایید به کنفرانسی که بعد از این واقعه به فاصله کوتاهی که اهمیت بسیار داشت، همونطور که شما قبل از برنامه فرمودید، در مورد آب و هوا و این کره زمین که به دست خودمون داریم بلا سرش میاریم و متوجه نیستیم، بفرمایید نظرتون رو بدونیم. جناب کاردان، تروریسم یه پدیده بسیار کهنی در تاریخ بشر بوده. اینکه کسی برای حل یک مسئله سیاسی به یک ترور متوسل بشه، در اون ماجرای معروف کشتن سزار که بروتوسو هم ثبت تاریخ شده. ما در ایران با جریان حسن صباح و اسماعیلیان و حشاشین روبرو بودیم. اصلا این واژه اساسین از اون حشاشین میاد، از ما شروع شده. خیلی چیزای بد از ما شروع شده، چیزای خیلی خوب هم از ما شروع شده، ولی ما سرچشمه نیک و بد زیاد در جهان هستیم. ولی تروریسم در دنیا تا شاید نزدیک به 15 سال پیش، 20 سال پیش یک تروریسم هدفمند بود. یعنی چه گروه‌های چپ، چه جریان‌های اسلامی، چه جریان‌های حتی کور دیگر هدف داشتن در ترور. حتی خود جمهوری اسلامی هم، مثلا جمهوری اسلامی کارهای تروریستیش متوجه مخالفان بود، البته اسرائیل رو کنار میذاشت، هر جا اگه میتوانستن ضربه‌ای به اسرائیل بزنن دیگه تروریسم کور میشد، ولی در بیشتر کارهای تروریستی با هدف مخالفان رو نشانه میگرفتن. یا در دورانی که چپ‌ها یا فلسطینی‌ها هواپیما دزدی میکردن یا به کارهای ترور در آلمان یا در انگلستان انجام میدادن، هدفمند بود. این تروریسم جدید یک تروریسم کوره، یعنی مردم رو آماج قرار میده، نمیاد بگه که من میخواهم محمد امینی رو ترور کنم، میگوید این ساختمانی که درش شاید محمد امینی هم باشه و یا هماندیشان ایشان هم باشن، این بازاری که شاید سالی دو بار محمد امینی یا پرویز کاردان از اون خرید میکنه، من این بازار رو ویران میکنم و پیامدش هم هر چی میخواهد باشه. این تروریسم کور در دنیای مدرن هنوز نتوانسته واکنش درستی براش پیدا بشه، واکنش هم نمیتوانه پیدا بشه. آدمی که تصمیم میگیره یک جلیقه انتحاری به تن خودش بکنه، مانند همین رویدادی که در همسایگی من و شما در کالیفرنیا اتفاق افتاد، و بروند یه زن و شوهری که زندگی عادی هم داشتن، فرزند شش ماهه خودشون رو بگذارن پیش مادر بزرگ و بروند برای پیوستن با خدا و کشته بشوند، دنیای مدرن هنوز در نیافته که چگونه میتواند از این پدیده جلوگیری بکنه. و رویداد پاریس هم این رو نشان داد. خیلی کوشش کردند نشان بدهند که اینها تروریست های وارداتی بودند، در حالی که نشان داده شد بیشتر اینها اصلا در فرانسه دنیا آمده بودند و در فرانسه رادیکال شده بودند.
ما باید امروز بپذیریم این بخش کارهای تروریستی متاسفانه بخشی از زندگی ما شده. باید سرمنشه اون رو خوش کنیم. سرمنشه کجا؟ سرمنشه اون ایدئولوژی، اون نگاه و اون جهانبانیست که جهانبینیست که این اندیشه ها رو در میان جوانانی که 18-19 ساله هستن، هنوز آینده ای ندارن، شاید دچار یأس و بیکاری و گرفتاری هم هستن، راحت میکنه. ما در همین ایالات متحده آمریکا، در همین لس آنجلسی که پیرامونش من و شما زندگی میکنیم، گروه هایی داریم که اینها گنگ هستن، گروه هایی اصلا هیچ ایدئولوژی هم ندارن، ولی برای عضو اونها کشته شدن یا رفتن به زندان هیچ دردی به حساب به شمار نمیاد. حالا این رو با ایدئولوژی همراه کنید، با یک پدیده بسیار خطرناک روبرو هستید. دنیای غرب، دنیای دموکراسی با این بحران جدی روبرو است و دیری نخواهد بود که سر اینها در ایران هم پیدا بشود و حتما هم پیدا خواهد شد. با شور وقتی باید این رو بگم، ولی به هر روی باید سرمنشأ رو خوش کرد، یعنی باید به این ایدئولوژی پایان داد، به اون طرز تفکری پایان داد که این طرز تفکر میگوید که عبارتی که در برنامه هفته گذشته خودم خواندم از یکی از به اصطلاح روشنفکران دینی آقای شریعتی که اسلام دین جهاد است، تندیس پیامبر در یک دست قرآن و در یک دست شمشیر است. خب این ایدئولوژی میگوید که ما در جنگ دائم هستیم با شر و باید بکشیم و کشته بشویم. یک زمانی مسیحیت هم اینگونه میاندیشید، دادگاه انکیزیسیون برمیانگیختند، میرفتند و میکشتند و مردم رو مسیحی میکردند تا تکان خوردند و ضربه خوردند و مجبور شدند که سر عقل بیان. دنیای اسلام هم باید سر عقل بیان. قرار نیست که تمام زندگی مسلمانان در جهاد با دنیای کفر سپری بشه. این چیزی که به هر حال میگن، اگر سرمنشأ رو نتوانیم عوض بکنیم، رویدادهای مانند پاریس، مانند آنچه که در آلمان روی داد، آنچه که در ایالات متحده آمریکا روی داده و رویدادهای دیگر همچنان در پیش خواهد بود. و باید این رو با افسردگی بگویم که باعث میشود که واکنش تندتری از این سوی هم نسبت به اونها به وجود بیاد، مانند بحثایی که میکنند که مسلمانان دیگر حق ورود به آمریکا نداشته باشند یا ایرانیانی که هیچ کاری در این زمینه نکردن اینها هم باید ویزا بگیرن برای بازگشت به آمریکا. طبیعی است، من میفهمم این درد و رنج اونها رو، ولی باید سر داستان رو از بین برد. ماهی از سر گنده گردد، نیزه باید سر مار رو کشت. سر مار کجاست؟ سر مار این ایدئولوژی، این جهان بینی است، این طرز تفکری است که میگوید که شما اگر بکشید و کشته شوید به بهشت میروید و بهشت دارای چنین خصوصیاتی است که در هیچ کجای جهان وجود نداره. خب این رو باید دگرگون کرد. این رو با بمباران نمیشه دگرگون کرد، این رو با کشتن نمیشه دگرگون کرد، میتوان جلوشو گرفت. این رو باید خود این دنیای اسلامی، متفکران اون دگرگون کنن، به جنگ اون برخیزن. چرا؟ چون بیشتر کشته شدگان، همونجور گفتین، بیشتر کسانی که مهاجرین هستن، سوار این قایق ها میشون، مسلمان هستن. بیشتر کسانی که داعش میکشد، بیشتر کسانی که القاعده کشته است، مسلمان بودند. اینها بیشتر از اونها میکشن، مانند همین گنگ های آمریکا. اگه یک گنگ سیاهی باشه، بیشتر از خود سیاهان میکشن. گنگ های اسپانیش در این لس آنجلس بیشتر خود اسپانیش ها رو میکشن. و در نتیجه سرمنشأ رو باید از بین برد. اینجا بنیاد فقر است، اونجا ایدئولوژی. ممنونم، فرمودید که به بهشت میرن. حافظ بزرگوار میگه من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ بله، خب اجازه بفرمایید که در این دقایق آخر برنامه نگاهی داشته باشیم به واقعی که داره در ایران اتفاق میفته به نام یک خیمه شب‌بازی به نام انتخابات. و دو انتخابات داریم، یکی مربوط به مجلس شورای اسلامی و یکی هم شورای نگهبان. امروز در خبرها آمده بود خبرگان ببخشید خبرگان رهبری، ارگان رهبری، ببخشید خبرگان رهبری، هنوز من اینها رو با هم دیگه اشتباه میکنم و به هر حال سر تو خر شده تقریبا یکی هستن و ببخشید
و امروز آقای جنتی فرمودن که برخی از داوطلبان نامزدی خبرگان یا خبرگان قمارباز و مشروبخوار هستند. من اولا فقط دلم میخواد بدونم که چگونه فهمیدن که مشروبخوارن، یعنی دهانشون رو بو میکنن یا ببینن که اینها بوی مشروب میدن یا نه، و حتی قماربازی رو حتما به در خانه هاشون میرن ببینن که قمار انجام میدن، یعنی بلکه قمارخانه که کشور اسلامی نداره که، یعنی اگر قماری میکنن باید در خانه باشه. به هر حال امسال نوه آقای خمینی هم داره نقش اساسی بازی میکنه و به درستی معلوم نیست در هنگامی که احساس میشه که این آقای خامنه‌ای داره سالهای آخر عمر رو میگذرونه یا بیماری داره که ما به درستی نمیدونیم، میخوان چه برنامه‌ای رو اجرا بکنن. و همیشه هم در این جور مواقع یک نقشه های زیرکانه ای دارن برای که انجام میدن، و خود این آقای خامنه‌ای اگر بره در آینده قدرت دیگری مثل ایشون هست، برای اینکه ایشان تا اونجایی که میبینم از خود خمینی هم با قدرت تر بودن و حرفای ویژه‌ای رو میدادن. گرچه آقای امینی عزیز، من صحبت رو کوتاه بکنم، خیلی ها معتقدن کسان دیگه‌ای هستن که ایران رو اداره میکنن، از بین کسانی که در قم نشستن یا جاهای دیگه هستن، اونها حرف اول رو میزنن و این آقای خامنه‌ای که آیت الله نبوده، حجت الاسلام بود و آمد در اینجا. بفرمایید راجع به این انتخابات خبرگان و قماربازان و مشروب خورایی که میخوان داوطلب بشن برن و انتخابات مجلس شورای اسلامی، بفرمایید که چگونه خواهد بود؟ مجلس خبرگان رهبری به نظر من دارای هیچ توانایی جدی برای اینکه تغییری در شرایط ایران ایجاد بکنه نیست. واقعیت این است که تا هنگامی که پدیده‌ای به نام ولایت فقیه یا ولی فقیه بر ساختار فرمانروایی ایران نشسته، هیچ انتظار رفرمی رو در این حکومت نمیتوان داشت. هر حکومتی میتواند رفرم کند، حالا این رفرم خوشایند من و شما باشد یا نباشد بحث جداگانه است، ولی تا هنگامی که پدیده به نام ولی فقیه با اختیارات حقوقی بسیار و قانونی بسیار در اونجا نشسته، اصلا تصور این که در حکومت میتوان اصلاحاتی انجام داد، اصلاحات ماندگاری انجام داد، به راستی شدنی نیست. اما در مورد مجلس شورای اسلامی یک رویداد بسیار کلانی در حال شکل گیری است که همیهنان باید به اون بسیار توجه کنند. من بهای چندانی به این نمیدهم که انتخابات در ایران آزاد باشه، این که میدانیم که نخواهد بود. اما برای شماری کمتر از شمار اندکی نسبتاً نمایندگان مجلس 12,000 نفر ثبت نام کردند. من در یک بررسی خیلی ابتدایی این فهرست نامزدها یا ثبت نام کنندگان در شهرهای بزرگ اینگونه دریافتم که بیشتر کسانی که ثبت نام کردن به هیچ یک از این چند جریان اصلی تعلق ندارند، یعنی اینگونه که خودشون اعلام کردن مستقل هستن. در این حال یک شگرد تازه‌ای رو بخشی از اپوزیسیون داخل ایران انجام داده، این گروه همبستگی که آقای زعیم و آقای ببخشید یک لحظه اسمشون فراموش کردم، چند نفر از دوستانشون هستند و اینها جزء مخالفان بسیار تند آقای ملکی از جمله اینها هستند. اینها رفتن و نه تنها خودشون ثبت نام کردند، کسانی رو هم بدون اینکه اعلام کنند به همبستگی ارتباط دارند، اینها هم رفتن ثبت نام کردند. اینها بدون شک رد خواهند شد، یعنی از صافی اون نظارت استثبابی رد نخواهد، یعنی اینها دیگه روشن روشن است. چرا رفتن ثبت نام کردن؟ اینها که میدونن رد میشن، اینها میخوان یک پروژه اعتراضی آغاز کنند که به نظر من این پروژه اعتراضی باید مورد پشتیبانی قرار بگیره. مثلا بس نشستن در جایی به عنوان اعتراض به حذف از انتخابات، به عنوان یک واکنش، مثل کاری که خانم نسرین ستوده انجام داد در مورد اخراجش از یا تعلیق عضویتش از
شورایی از کانون نویسندگان. خب ممکنه یه نفر بگی که اصلا وکیل مدافع در ایران کاری نمیتونه بکنه، ولی اینها واکنش های اعتراضی است که رفته رفته کلان میشه. من چشم انتظاری از این انتخابات ندارم. روشن است که از این انتخابات آنچه که بیرون خواهد آمد آن چیزی است که در واقع دست پخت حکومت است. اما اینکه گروهی رفتند، آقای تبرزدی پوزش میخوام اسمشون یادم رفته بود و خیلی های دیگر رفتن و ثبت نام کردن، میدانیم کسانی هستند که هیچ نگاه الان در این پیکره هست. آقای تبرزدی هست، آقای باوند هست، آقای حاتم هستش و آقای زعیم هست و چند نفر دیگه. روشن است که اینها برای روشنگری این کار را انجام میدن. به نظر من هممیهنان ما باید این آمادگی رو داشته باشند که اگر اینها کارزار اعتراضی در این زمینه برپا بکنن، از اونها پشتیبانی بکنن. این که در خود انتخابات ما انتظار داشته باشیم که از این امامزاده ولایت فقیه یا خبرگان یا مجلس شورای اسلامی یک معجزه‌ای برخیزد، منو به یاد این میاندازد که هنگامی که با پدرم خیلی کوچک بودم برای دیدن زنده یاد مصدق و آب یک میرفتیم، به مزرعه هم احمد آباد میرفتیم، سر راه آب یک که باید دست چپ میپیچیدیم یه امامزاده ای بود که اهالی محل بهش میگفتن امامزاده بی غیرت. یک بار که ما اونجا وایسادیم که دوغی چیزی بخریم، پدرم پرسید که آقا چرا اسم این امامزاده بی غیرته؟ گفتن ما هرچی نذر کردیم، هرچی دخیل بستیم، هیچ حاصلی نداده، بنابراین ما به این میگیم امامزاده بی غیرت. نهادهای جمهوری اسلامی امامزاده بی غیرت های تاریخ ایران هستند. ممنونم از لطف محبتتون. صحبت از صحبتاتون سیر نمیشیم، برای اینکه همه تازگی داره و استفاده میکنیم. من اجازه بدید در آخر برنامه یک عذرخواهی داشته باشم از بینندگانمون، برای اینکه همیشه در برنامه ها در نیم ساعت آخر تلفن ها رو باز میکنیم، اما گفتنی های این نخستین برنامه سال تازه انقدر زیاد بود که هنوز هم اگر وقت بود من و آقای امینی صحبت های بسیار داشتیم. آقای امینی تشکر از لطف و محبتتون، بسیار محبت کردید. اجازه بدیم از این فرصت استفاده کنم رسیدن فرارسیدن سال نو مسیحی رو به کارکنان تلویزیون اندیشه، به جناب عالی، به آقای برمنی و همه بینندگان ارجمند تلویزیون اندیشه بار دیگر شاد باش بگم. ممنونم از لطفتون، ممنونم از آقای بهروز مشکیار در اتاق کنترل، کارگردان فنی و همه شما که توجه میکنید به برنامه های ما. به امید دیدار، شبها و روزهای خوبی برای همه آرزو میکنم.